دارم سوم فروردین بیدار شده از خواب با سردرد. دکتر خانوادگیمون که هر هفته یا ماهی یه بار میشه سردردهای میگرنی زیاد داشت مراجعه کرد. فردای اون روز خب خوابید خیلی بهتر شد و فرداش بلند شد و با تپش قلب، چون قبلا هم سابقه حمله پنیک داشت که اصلا قبل از بازداشتش بود و رفتی به بازداشت و حالا جریانات نداشت. پروپنولولو که دکتر مغز اعصاب براش تجویز کرده بود و استفاده کرد، غذاشو خورد، دوش گرفت، رفت خوابید. به منم چقدر سفارش کرد که منو بیدار نکنم، میخوام بخوابم. شب رفتم بالای سرش که خب هم طبق عادت همیشگی روشو کشیدم، بیدار نبود ولی زنده بود بچم. خب من اصلا نمیدونستم که حالا چه قراره چه اتفاقی بیفته، چون 11 شب بود روشو کشیدم. طبق معمول رفتم خوابیدم، صبح بیدار شدم که داروهاشو بهش بدم، خواهرش رفت بالای سرش، هرچی صداش کرد بیدار نشد. دیگه با وحشت از اتاق اومد بیرون. وقتی من و باباش متاسفانه بالا سرش رفتیم، دیگه فکر کنم 7-8 ساعتی بود که حالا شاید دکتر اورژانس که اومدن گفتن 8 ساعتی که فوت کرده. میگرن داشت، 6 ماه پیش حمله پانیک بهش دست داده بود، همونجا افتاده بود و فشار خونش خیلی رفته بود پایین. یکی از دوستاش اونجا احیاش کرده بود چون مادرش پرستار بود، نجاتش داده بود. دیگه به من میگفت مامان من از مرگ نجات پیدا کردم. میگفت دست و پام چنگ شده بود، هر کاری میکردم نمیتونستم دستامو باز کنم. اون روزی که رفتم بالا سر جسد بچم، دقیقا حالتاش مثل پانیک بود، یعنی دستاش جمع شده بود، پاهاش به همون شکلی که برام مثلا خیلی اعصابم به هم ریخت. فکر کردم که، یعنی احساس کردم که 90% اینو، البته من به دکترم گفتم بچه من دوباره دچار حمله پانیک شده و به خاطر اینکه تپش قلب داشته قرص پروپنولول هم خورده خوابیده و این موضوع باعث شده فشار خون هی افت کرده. 25 آبان ما دخترم مهاجرت داشتن با یکی از اقوام نزدیکمون، قرار بود که بره اونجا هم درس بخونه هم کار بکنه. ویزای کاریش رو اقدام کردن، به خاطر اینکه ویزای کاریش طول کشید بیاد مجبور شد با پاس جعلی مسافرت کنه. این فامیلمون اونجا چون دوره تو تظاهرات شرکت کرده بود، دستگیرش کردن و فکر کردن که حالا دختر منم چون ایشون سیاسی بود، حالا آدم سیاسی و اینا، به بازداشتگاه 209 بند 209 ارجاعشون دادن. اوین که با تحقیقات مامورین اطلاعات متوجه شدن که واقعا از حالا چمدونی که داشت برای کارش، وسیله کار آرایشگاهش داشت می‌برد، متوجه شدن که سیاسی نیست و آزادش کردن. که من سند بردم گذاشتم آزادش کردم آوردم بهش حکم تعلیقی دادن، گفتم تا 2 سال اگر یه موقع دوباره مثلا چیز از خلاف رای سر بزنه این جرمش هم باید بکشه، ولی تا 2 سال اگه هیچ جرمی رای سر نزنه کلا منتفی قضیه، یعنی تبرئه شده بود در اصل. واقعا احضار از وزارت اطلاعات نبود، چون اون که برای 70 روز پیش بود و تموم شد و رفته بود. دیگه هیچ وقت دخترمون بازداشت نکردن، فقط ابلاغی از چیزی اومد تو سیستم سنا اومده بود که جهت آزاد کردن سندتون به اجرای احکام مراجعه کنید و سلام. مثلا دخترمون دفعه دوم بازداشتی در کار نبود که بخوام بگن بازداشت بردن و فلان کردن، ترسوندنش و نمیدونم اینجوری کردن، وحشت دادن فلان، اصلا این حرفا نبوده، همش کذب محض.